وقتش بود. آخه من این هزینه بیمارستان از کجا گیر بیارم که گیر رو بیارم؟ چقدر بد میری؟ برای چی وایسادی؟ یه لحظه کجا میری؟ رسیدیم آقا ده نگران نباش کنم اومدم شانس شاخدام نداره یه وقتایی در خونتو میزنه که اصلا انتظارشو نده کی فکرشو میکرد با همون اولین تراکنش که پول قرعه کشیو تو حساب جدید ریختم حساب پوز جدید برنده جایزه بشه خدایا شکر همیشه هوای بند رابطو داری دل پس چرا نمیای؟ چشم الان میام منتها این وسط یه مشکل وجود داشت من اونقدر سرگرم بدبختیام بودم که بقیه زودتر از خودم متوجه موضوع شدم عادل کجا رفتی؟ اینجا همینجا عادل جانم گل همیشه بهار چه غلطی میکنی؟ مرجان خدا رسول اصلا به خاطر همین اتفاق میخوام اسم این پسر بذارم خدا داد رابیو برچش من دارم از وجدان حرف میزنم که گویی در نهان همه شما خفته همه شما یه پا به من بدهکاری خودتون بگین این پا از اول چیزی بس دیگه آقا جهانگیر اقلا حرمت خاک و خدا بیامرز نگهدار ما هممون خرج هزینه درمان پای شما رو دادیم مگه ندادیم خانوما ندادیم پای دیگه مثل اولش که نمیشه میشه نمیشه کسی هم تقصیری نداره داره؟ کسی تقصیری نداره همین پای دیگه دست شما درد نکنه آقا نصرت خانم این بود جواب اون همه از خود گذشتگی من بابا پول تک تک شما امانت تو دست من بوده میتونستم هیچ مقاومتی نکنم در برابر اشرار همجوری راحت اونو تقدیم اشرار کنم بدون مقاومت بدم ولی مقاومت کردم و دادم مقاومت کردم اونم چه مقاومتی؟
قلوفم دیگه حدی داره دیگه. حالا من حرمت نگر میدارم حرف نمیزنم تو شلوغش میکنی؟ درگیری خاصی نبود، تا موقعات عجیبی نکردی، من خودم اونجا بودم دیدم. بله شما راحت تو میاد. متوجه شدم شما مثل من قشن نیازمندیم. بده خفه آبالی نداره کجی بده این هم اون یکی حرف بده نزن اون چی با میگه این یکی شش بده خفه ما این نامرد بده خوبه کونه میرسه آدم با آدم بخونه شما بای پا بای پا سب کن ببینم من دارم قلوف میکنم یا تو داری تعریف میکنی؟ نگران نباشی یا؟ اصلا یه جوری هم نمیدونم خبر اومدنش رو به کی بدم. تو اونجا بودی چرا نمیاد به داد من برسی؟ سه حالت بیشتر نداره، یا دروغ داری میگی، یا از ترس ریختی به هم، یا همه موارد صحیح میباشن. اصلا شما راست میگی آقا جهانگیر، به من بگو راستشو بگو، کی گفته این پا دوباره عمل میخواد؟ اون استاد دکتر دیگه دوباره رفتم چی دکتر گفتش که این عفونتش خطرناکه به خاطر اینکه جنس پلاتینه تقلبی بوده، این زیگزاگی جوش خورد و عفونت هم کرده، ممکنه خطرناک بشه باید دوباره عمل شه. ببینم چرا انقدر شلوغش میکنی؟ آخه من نمیفهمم، مگه پلاتین با پلاتین فرق میکنه؟ من که نمیشناسم، شاید تقلبی بوده. آقا ما این همه پول بهت داده بودیم میرفتی یه پلاتین با کیفیت تر میگرفتی. خب آقای پول پرداز، من ننم پلاتین فروش بده یا آقام، پلاتین چه میشناسم؟ نصرت به نصرت رو بگو بیار اتاق من، نصرت بیار اتاق من بگو. چی داری میگی مرد حسابی؟ دکتر گفته این عفونت خطرناکه، نمیدونم آمپولیه چی چیه، اون میشه میزنه به قلبت یا مجبور میشی پاتو قطع کنیم. بابا تو هنوز اسم مریضی درست نمیدونی، یه آمبولی میگه آمپولی، بعد میگی دکتر گفته، چی ما چی رو باور کنیم از اینا؟ پزشکی که نخوندم یادم بمونه، گفته آمبولی هم که تو میگی به هر حال خطرناکه. بله بابا جان. نصرت نصرت میه بابا. میه بابا بیا. چیه بابا؟ چی شده بابا؟ میه. بابا. پلیس اومده دم در بابا. پلیس برای چی؟ باز داوود کاری کرده؟ نه بابا. اومده بودن دنبال من. گفت با عوض بالایی کار داریم. گفتم نیست رفتن. بنا شد وقتی اومدم برم خودم معرفی کنم. بابا شما چرا من؟ من الان میرم کلانتریه تو که ببینم چه خبر. نصرت. بله بله. بابا. اگه بگم بیار تحویلش بده تو چیکار میکنی؟ آره خب تحویلت میدم دیگه. تحویل میدی بابا؟ بابا تو تحویل میدی؟ خب من یه شما کاری کردی که میترسی؟ خب بفرما، وقتی تو که پسرم اینطوری حرف میزنی وای به حال اونا دیگه. نه بابا جا من فقط سوال کردم. بابا بله بابا. بابا نصرت من تا حالا پام به کلانتری باز نشده بابا. منم پسر شما بابا جا، منم پام نرسیده. یام یه کاری کن، فعلا بگو من خودم عوض بالاییم. من میگم شما عوض بالایی. نه من عوض بالاییم، یعنی تو ببینم چیکار کنم بابا. نه مراقب باید. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ آقا نوسته پلیس ها رفتن. بله پلیس ها. آی بابا ردشون کردن. بابا بابا بفرمایید هیچ چی نشده بابا، یکم فشارش افتاده، هیچ چی نشد، درست میشه. الو شما گوشی رو بده خود آقا فرزانه. میگم گوشی رو بده خود آقا فرزانه. آقا یه لحظه آقا من که بهتون گفتم که بله اینجا رأی‌گیری کردیم، همه گفتم بله تجدید میشه. میشه دیگه، کیش هم بهتون خبر میدیم. بفرمایید. الو نه با شما نیستم. بفرمایید. الو خب
حالا این مامورا گرد نمیزنن ولی تا اونجایی که ما شنیدیم مثل که راجب سمنو میگفت علی راست دروغ گردن خوش. ای بابا جون تو. ای بابا آخ آخ ای بابا باشه 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 خداحافظ بابا. ما بابا زنگ زدم فرزانه نبود شاگرداش بودم میگفتم فرزانه رو دوتا مامور اومدن بردن. نه آره میگه مثل اینکه تو این سمنوه که شما دادین یه چیزی پیدا کردن یه چند نفر بردن اومدن شکایت کردن فرزانه رو داشتن میبردن اونم اسم شما رو برده. آره بلند شو این مدارک منو پیدا کن. باش باش پاشین پاشین مدارک رو پیدا کن. باش شو نشستی این گذاشتمش تو حالا هر جا هست پیداش کن دیگه الان وقت این حرفا. باشین بابا باشین باشو بابا جان باشو بابا بابا بریم کلانتری تکلیف رو روشن کن. من نمیام بابا. بابا این الان وقت این حرفا بابا باز نشده بابا. باشو بابا جان من نمیام من نمیام بابا. اوه بابا شو ببخش. باشو بابا جان باشو آقا از بلد نیستی بر دست منو بپزی خودم مجبور نیستی که من بلدیسم حالا بگو شما استاد سمنو بابا یه ایرادی داشته که مردم سرکارشون کشته به بیمارستان پای مامور کلانتری اینجا باز شده حکمان بابا بهداشتی نبوده. من بهداشتی نبودم من بهداشتی نبودم کار میکنم چی بهش بگی بابا بابا نمیشه باید حرف بزنی. من غیر بهداشتیم من غیر آقا رضا شما چه با من سر دیگ بودی بگویم من غیر بهداشتیم. عوض کی گفته شما غیر بهداشتی؟ من میگم شاید دیگ و بچه سن درش باز مونده چیزی دومه مارمولکی افتاده توش آلوده شده اتفاق میوفت. داوود 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 همش زیر سر داووده دادم دیگ داوود شد. شما هم هرچی میشه میدازی گردنم و داوود بیچاره چه کارش داری؟ بابا جان نصرت میگم این دفعه داوود شست داوود این دیگ و شست گردن شکسته. حالا شست که شست. ببخشید آقا فتی من یه چیزی از اینجا برداشت. آقا عوض تو خودت بزرگ همه ما یه کوه تجربه. من میگم یه سر بلند شو برو کلانتری شاید تو مسیر بردن سمنو یه چیزی افتاده توش اصلا به شما ربطی نداره انقدر شلوغش کردی. نمیرم اگه نری همه چیز میندازن گردن شما. نمیرم بذار بیا من قاپونی منو ببرن. آقا عوض جون برمت برم منم پیشنهاد میکنم بری طوری نیست که میری اونجا باید سند خونتو میذاری میای. ما سند نداریم رهنه بانکه. پیدا شد؟ آره پیداش کردم. شما هم پاشو بابا عوض پاشو حاضرشو کتیتو بپوش پاشو برو. خب اگه به سنده که من انقدر اعتبار دارم که اون تو نمونم یکی پیدا میشه سند برام بذاره دیگه سند میذاری دیگه. من نو کردم بیغرضی آقا عوضی یه سند ازدواج دارم رو چشم میذارم تقدیمت میکنم. شاکرتم. من غلامتم آقا عوض ولی من عید مسافر خارجم و سند رو باید بذارم برای وثیقه آرش که دانشجوه و هنوز سربازی نرفته وگرنه قابل تو نداشت. آقا عوض من مخلصتم هستم ولی وضعیت منه که میدونی چجوریه. خونم اجاره‌ای یا سندش اسم زینت خانومه. اگه سند ونو قبول میکنن من در خدمتم. چیه بابا جون این سند میکنی؟ پاشو بریم انشالله کار به اونجا نمیکشه. پاشو. نه نصرت جان من تا وقتی که تکلیف سند معلوم نشه مطمئن نشم که کلانتری من نگر نمیدارن کلانتری نمیام بابا. بابا جان پاشو بریم ببینیم چه خبره. پاشو. نمیرم. تهش سند گیرمون نیومد. با آقا فتی میگیم وکالت داره از صابخونه سند ویلا رو میذاریم خلاص میشه میره. ها آقا فتی. آره آقا نصرت من هم سند دارم هم وکالت دارم. بفرما. پاشو. اما من سند برای کسی نمیذارم. آخه من پای تو رو چند روز پیش جان انداختم. آقا یه وقت پا چه ربطی به سند داره؟ بابا الان تو پا در بره اگه من جاش ننداختم هرچی میخوای بگو. آقا فتی خوبه اونجا مال خودت نیست انقدر سخت میگیری. یک کلام بگو باشه قالو بخوابون دیگه برادر. اتفاقا عباس آقا سخت گیریم به خاطر اینکه مال خودم نیست. اگه مال خودم بود که من حرفی نداشتم. ریزش میکرم اقلا جلو باش. بابا آقا فتی چرا اینجوری میکنی؟ سند میبری میذاری مشکل آقا حل شد سند دو روز بعد میری برمیداری. بس یکی دو روز نیست. ببین الان ما همه چیز تق و لق بعد میخوره پنجشنبه جمعه بعد از پنجشنبه جمعه هم که اوضاع قبل از عید خودت میدونی بعدش هم عید هم که شروع شد رفت تا پنجم هم که ادامه پیدا میکنه بعد اوضاع اول هم تو ول رو حواست تو خیلی خوب آقا فتی دست شما درد نکنه ولش کن
کار به اونجاش بکشه خودم برات سند میارم. نمردم که بابا جون. بلند شو فهیمه بابا، کت بابا جونتو بیار. بلند شو، بلند شو بابا، بلند شو بابا، بلند شو بابا. ماشاءالله بیا بابا، بیا بابا، بیا بابا. اون ماشاءالله بیا بابا، بیا بابا. بابا آقا فتی بده بره دیگه، چه نیدیدی میکنی؟ بابا سند من مردم امانت پیش من نو کردم. درسته امانت مردم هم و دست اینا؟ دو روزه دیگه چیزی نمیدیدی؟ دو روز نداره قرونت برم. من تا موضوع برام روشن نشه امکان نداره این کار بکن. باشه آقا سندتی نمیدی، لاغل بلند شو بریم، خودشون رفتن زشته. من پام میخوره نمیتونم. اوه مار نزده که میخوره پول قرار بیاد دست. دست بده بلند شو بریم. نه اصلا پام تنهایی، اصلا تمام بدنم داری گزگز میکنه نمیدونم. تمام بدنته باید به همون بری داداش، نظافت باید بکنی. بابا سرم گیر میره، حالت تهوع. تو برو، تو برو، من خودم میام بعدم. برو عزیزم. دریافتم، شما باید حالتو خوب کنی بعد بیای. باشه سری برو باشه. نصرت خب من یه نفرم بذار. مگه من میگم ده نفری؟ بیای اونجا دست و پا گیر میشی، میخوای چیکار کنی؟ خب دلم شور میزنه. نمیخواد، خبری شد خبرت میگم. یه خورده پول بیار من کارت هم بابا عوض نترسی ها. نمیترس، بریم بابا. من نمیام. بریم بابا. بابا جان، بابا جان، نصرت من با ماشین خودم میرسونمتون، ولی قبل از اینکه بری کلانتری تکلیف این قرعه کشی رو روشن کن داداش. حالا خوب خودت داری میگی ما داریم میریم کلانتری. بذار من برم مشکل بابامو حل کنم. نمیام بابا. فقط شما مشکل نداری که همه مشکل دارن. اصلا ما برای چی جمع شدیم خونه شما؟ برای قرعه کشی دیگه؟ نه خیر، خیر سرمون جمع شدیم اینجا عزاداری بکنیم، یادمون رفته. بذار بریم کلانتری برگردیم، ما که نمیمیریم. اگه آقا عوضو نگرداشتن چی؟ اگرم نگرداشتن بدون آقا عوض برگزار میکنیم. برای چی نگرش دارم بابا جان؟ بابا جان این حرف مفت میزنه، شما چرا گوش میدید؟ نمیپوشم، نمیپوشم، بابا جان من هستم. بابا جان من هستم. بابا نصرت این قرعه کشی داداش تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ شما دهنتو ببندی برگزار میشه قربونت. بابا درست نگرداری بابا. چیه؟ من اونجا بیام؟ بابا کار داری تو بیا اینجا دیگه، من نمیرم بابا. بابا جان قربونت برم دیگه، کار واجب دارم اینجا، جلو جمع نمیتونم. الله اکبر، کفشای بابا رو بردار بیا. جلو جمع نمیتونم بیام، تو کردم آقا. چی شده ها؟ کشو تجدید کنید دیگه، درسته؟ ما یه حرفایی زدیم، خب که چی؟ ببین صلاح ملک خیش خسروان دارن، ولی نه اینکه الان داره میری کلانتر این حرفو بزنه. ما اگه از یه طریقی مردم بفهمن که اون قضیه گرفتن لوله کار شما بوده که ترقه و اون نارنجک و اینا رو انداخته توش و اینا، اون وقت خودتون میدونی کار آبجیمونم داره میاد. بعد از صحبت کنم خدا یارو بیاد. نصرت همینه داشتم. حواست کجاست؟ بگیر دیگه، من پول نمیخواستی. دست درد نکنه، کار کنشم بابا. نمیبوشم. نمیام بابا. بابا جون، بابا جون برای چی نمیام؟ بابا نصرت بابا چی گفت بابا؟ هیچی بابا، تو خونه خودم وایساده داره تهدیدم میکنه. چی بگم؟ غلط میکنه بابا. ولش کن بابا. من نمیام بابا. بابا جان بابا. طلا که پاکه چه منتش به خاکه. کلانتری برای من مثل آمپول برای تو میمونه بابا. بابا من نمیام بلش. بابا جان تو که کاری نکردی قربونت برم. من هستم بابا جان. بیا همسایه ها خدا نگهدار. بابا جان اینجوری نگو بابا. برگردی ان شاء الله. بابا جان چیزی نمیشه که بابا. من خدا نگهدار، خدا نگهدار، خدا 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 چه بودی دستمم؟ دستمم برای شما. آقای پلیس بده به من خوش کنیم، ما سرخواست داریم. شما برای چی اومدی اینجا؟ بریم اگه به مأمور قانون دروغ نمی گفتن دستان نمی خورد. چه دروغی؟ ما چه دروغی گفتیم؟ به خاطر حفظ آبروشون نمی خواد. آقای شما برو تو میگن. برو تو شما. شما چه کار داری؟ برو تو. برو تو. بابا منم میرم. منم میرم. سوال نیا. من برای چی؟ بابا من. نصرت نمورده. لاغل بگید کدوم کلانتری میبرینه؟ تشریح کلانتری دربن. پیره مرد چی کار دارید؟ بابا خب یه سندی چیزی باید جور کنید. بابا نصرت، آقا فت نصرت. بابا ما بردن، بابا ما بردن، بابا موبایلم کو؟ بیا بیا موبایلم کجا باشه؟ بابا نه موبایل خودم. بابا 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 باشه دیگه مادر تو کجا؟ Oh, my God.
فتی داداش پاشو یه مردونی کن بریم سند خونه تو بردار بریم کلانتری آقا عوضو بردن چه جوری بیام بابا من دارم میمیرم جون تو بابا طوریت نیستش یکم عرق کردی بهت نرسیده حالت خوش نیست دیگه پاشو بریم به جون تو من از دود جماعت بدم میاد آقا چه جوری بگم به شما میگینه بیا بره از سوری خانم ببرم بابا من به این چیزاش کاری ندارم پاشو بریم این کارو بکن مردم محله هم میگن آقا فتی با معرفته داری غیرتی میکنی خودشون زوریشون نرسید و من تو یله بچه رو برسدم من خودم اومدم دارم حق همسایگی رو میگم به آقا من سند بزار نیستم یه کار نکن آه. به همه بگم کار کفتر تو آی من خودم کفتر رو دیدم پای دیگه سمنو اولش فکر کردم بی‌ادبیشون انداخت تو دیگه سمنو بعدش دیدم حیرون بوم بموم داری دنبال چیز حیرون قیمت میگردی فهمیدم خودشه انداختش تو دیگه سمنو بله بابا خدا میگم چه کارت کنه سنوبر من اینو ذره ذره پس انداز کرده بودم خدا حالا بهت میگم بهت نرسید حالت خوش نیست نگونه حالا پاشو بریم پاشو بریم خب حالا نمیخواد تو هم بول بگیری بگی سینکی ها به جون تو رفتم بیش دکتر گفت روزی این آقا قبول دکتر گفته من کاری ندارم پاشو بریم کجا بریم بابا مگه نمیبینی مگه وضع منو نمیبینی چجوری آقا من چجوری بیا باشه نده برو بدین بابا همه رو برمگیر ماما چرا آی آقا جان تکلیف چی روشن بشه آقا نصرت بابا آقا نصرت یه دقیقه بیا شما که بابای بابا... منو میشناسی آقا نصرت یه دقیقه بیا آقا جان به خدا کن یه دقیقه این تلفن تو سبسم حاج آقا ببخشید من اگه میگم سند میخوام فقط به خاطر اینه که این یکی دو روز اگه خواستن بابا رو نگه دارن من این سند رو بذارم بیاد بیرون تا تکلیفش روشن بشه همین یه دقیقه بیا فتی بله سلام آقا نصرت هستم آقا نصرت هستم اگه برای پول قسط اومدی من برم پوزو بیارم شما کار نه یه سوال داشتم سوال شما از من بپرس الان بابام حالا یه سوال از آقا نصرت آقا مصفا گیری افتادیم بله من متوجه فرمایشی دقیقه تلفن بله حاجه سلام علیکم گیری فقط اینه کم داشتیم چی میدونم میگم قصه دیگه نم صدر بود جبر میدونم ببین یه چیزی تو اون جبر ماشاءالله حاجه آقا ببخشید حاجه آقا شما اگه نگران سند هستید من این سند رو خودم میبرم معذر یه کپی برابر اصل میگیرم که شما بابا شاید سند لازم نشه خب بدرم داره گزگز میکنه خودم مردم نصرت چی شد؟ نشد میگه نمیشه حالا میخوای چی کار کنی؟ برم کلانتری بابا رو ببینم خیلی خب منم میام کجا بی همه بیام چقدر بهت گفتم مراقب اون سبد باش شاید یه سر بریده تو اون سبد باشه من مسئول سر بریده شما ما رو ده بیا قصه تو بده بابا اومال زن سابقه به من چه من بذار برم کلانتری ببینم چه خاکی به سر آقا یه دقیقه حرف منم گوش کن دیگه تو چه میگی؟ منم میخوام راجع به همون خاکی میخوای به سرت کنی باید حرف بزنم یه دقیقه بیا آقا نصرت یه دقیقه صبر کن دیگه اون روز که داشتیم سمن نمیخوختیم اینجا من داشتم هر میزدم کفتر آقا فتی اومد اینجا یه چیزی رو افتاد توی دیگه اون موقع فکر کردم بیادبیشه شک کردم رفتم به خودش حرف زدم یه دستی زدم بهش گفت مال منه مطمئن؟ بابا خودش گفت دکتر گفته چی شد؟ آقا نصرت شما حرفت به من بزن ماما داداشم سرم سازی کار میکنه تو اون سبد چند تا مار بوده یه دونش در رفته تو خونه ما؟ زیر کرسی خوابیده بلند شو فتی بلند شو بلند شو ببینم میگم پاشو این هیچ چیش نیست فیلمشه من حالم خوش نیست دارم خودتو به مارمردگی نزن بلند شو تو باید بخواب اینجا زیر کرسی خونه من بابا من بخواب تو بازداشتگاه بلند شو من حالم از تو بدتره بلند شو آقا فتی باید بیای کلانتری بگی کار تو بوده بلند شو میذارم رو کولم میبرم بذارش رو کولم آقا بلند شو بلند شو بلند شو بیا بیرون نصرت بیا بیرون بابا آقا فتی چرا عرق کرده دو ساعت زیر کرسی خوابیده برای چی عرق کرده ای وای این عرق ماره
از چی؟ ماره کی؟ مار اومده تو خونه، مار، مار مار من، مار من از دفت بیان رفته کجا دادنه؟ به من بگو کجا دادنه؟ بعد جهانگیر و سمنو و مامورا فقط مار کم داشتیم. من میمیرم، آتیش گرفتم، آتیش گرفتم. یا بابا فتو میرم از دستت شکایت میکنم. از دست من شکایت میکنی؟ من باید از دستت شکایت کنم؟ زدیم مار نازنین داداشمون نفله کردی. میدونی چقدر قیمتش بود؟ چقدر پولشو دادن؟ کی چه قیمت داره سورا؟ زهرمار. بی تربیت درست صحبت کنی، چه حرفیه؟ بابا زهرمار قیمتی بود. یه آدمی سرم ساتی احساره کلی پولیش بود. من جواب داداشم چی بدم؟ آقا رزت میبینی؟ ببینی داری چی میگه؟ فکر زهر مارشه، به درک مار مار. من دارم از یه چیزی بهت میگم آقا. سورا زهر مار خونشو مسموم کرده، قاطی کرده، یه چی میگه دیگه؟ تو به دل نگیر حالا. خونه این زده ماره بیچاره منو نفله کنده. سوری مرده، فتی تو دارن میبرن بیمارستان. آقا فتی شما هم شلوغش نکن دیگه، یه مار کوچولو زدتت دیگه. الان میرسیم درمانگاه. واکن واکن مشتو واکن واکن. خب اینو نگه ده اینجا. تو حالا باز چی اصلا تست اعتیاد دادی؟ چی امکان استخدام بشه؟ به سلامتی کجای ایشالله؟ گزینه زیاده، باید سبک سنگی کنم، فکر کنم ببینم چیکار باید کنم. خونش بند اومد، اینو بزن روش ببینم دست شما رو. بیا اینو بزن روش. آره دیگه، تو هم لیسانس مدیریت بازرگانی داری، هر جا بخوای میتونی استخدام شی. علاقه نداشتم که، به زور کتک بابام بعدش منو شلوپل کرد. اصلا خودمون میکشین رو سیستم پاک پاکی، هر جا بخوای استخدامت میکنن. خب همینجا استخدام شدی؟ اینجا که آخه داوود جان، ما الان فقط یه شغل سازمانی خالی داریم. خب نه همونه، چیه چی کار میکنی؟ هیچی داوود جان، شما فردا صبح مدارک تو بیار بفرستم کارگزینی اگه تایید کرد. خب همین الان برگه گرفتین؟ بفهمید داخل اتاق معلومه. همین الان که نه، صبح بچه کارگزینی الان نیست. صبح بیا. نه نگران نباش، صبح اول وقت. هیچی مداری که تو بیا کارگزینی تعریف کرد، من اون وقت کمکت میکنم زودتر استخدام شیم. چیه کارش؟ ببین ما اینجا دو تا کار مهم داریم، یکیش آزمایش خونه، یکیش آزمایش ادرار. برای آزمایش ادرار الان ناظر نداریم، یعنی یکی باید نظارت کنه که این آزمایش جابجا نشه دیگه. خب بگم چیکارم؟ بگو ناظر نمونه. خیلی هم خوبه، صبح اول وقت بیا، من میگم خانم هاشمی کارو تو بکن. بیا سی برم. آقا شما کارت تموم، بفهم. آقا ممنون. کجا آقا؟ موشی دونه تحویل بده لطفا. بله بله، بفهم بفهم. خبرت آقا؟ ببخشید بابای من کجاست؟ چه خبرت آقا؟ صدا دل پایین، اینجا کلانتریه. سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید پدر منو آوردن اینجا آقا عوض. اونا ای خدا کدومه؟ اونا هاش کدوم؟ آقا ده همون که داره گریه میکنم، اینکه تو بزن. خیلی که همه دارن گریه. آره ولی نگاش کن، ای خدا اونه که دست با داره میزنه. آره آره همون خدا خدا نگاش کن، چه شبیه منه. نه نه خیلی خوشگله، شبیه خواهرمه. آره نگاش کن، دست پاش به من نرفته. نمیشه بگی بیارنش ببینمش. ببخشید میتونیم بچه همونه بگیم؟ دست شما درده؟ نه بچه ما رو، اینا ای جان گولم.
ای وای خدا عزیزم، ای کلش افتاد، کلش افتاد. عزیزم خوشگل گلاب گلاب صدا شبیه من نیست آقا دلاله این صدا داره او خدا 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 نباشی کلش بابایی خدا قربون نیست بری جناب سرنگ ببخشید صدفان آقا بله بله شما الان برای ما تیمساری من پدرم 30 سال سمنو درست میکنه حرفم نداره سمنوش من میگم چطور همین امسال از من میپرسی؟ نه خب میگم شاید کسی دشمنی داره با پدر من که اینو فرض ممکنم که اینطوری باشه شما باید بدونید چی دست مشتری میدید ببخشید جناب سر آبدارخونه کجاست؟ آبدارخونه بره مسافتیه دیگه حالا شما فکر کنید یه نفر اونجا چایی میریزه برای شما میاره تو مسیر مگس میفته اون تو شما چجوری میخواین ثابت کنین اونی که چایی ریخته مگس انداخته اونی که پیف واف زده مگس رو کشته انداخته تو راه یکی زده تو سر مگس افتاده اون تو تلفن بفهمه شما بفهمه یا اینکه خودتون اهمال کردید نمیشه ثابت کنید نخورید مگس دوشه آیا اسدی لطفاً چایی رو عوض کن ما چیکار کنیم حالا؟ امروز پدرتون تو بازداشت میمونه فردا میفرستیمش دادسرا شما بی زحمت یه سند بردارید فردا باید کارتون انجام بدید نمیشه ما فردا خودم با سند بیام دادسرا اینجا نه بازی دستو داده امشب تو بازداشتگاه بخواه پدرتون پدر من پیر جون بازداشتگاه موندن اینا رو نداره اگه میشه اجازه بدید من جاش بدم نه قانون اجازه نمیده آمان پسر قانونیشم نه قانون اجازه یه ذره شبیه نیست شما نگران نباشید مطمئن باشید ما همکارا هستن تا صبح مراقبشون هستیم دست شما درد کارش بکن بابا نه جوره بابا سند جوره کی بابا فتی دیگه قرار شد سند بده اون که گفت نمیده بابا نه راضی شد راضی شد جان بابا به جان عزیز من که به شما دروغ نمیگم بابا خب بریم بابا دیگه بریم کجا بریم بابا امشب گیر و گور داره امشب نمیتونه بیا گفت خب اشکار نداره یه شبه بابا یه شبه نراحت نباش بابا نراحت نباش بابا جان بابا من سفارش کردم بابا هوا تو داشته باشن گفت اینجا چیزی نیست نه راحت آره بابا بابا بالشت عزیزت برای من بیا میشه نه آقا نمیشه بلنش. نمیشه بابا عیبی نداره بابا اولین شب عید دوران بازنشستگیم بود و ذهن من درگیر چیزایی بود که نباید می بود قرعه کشی، بهجت خانوم، مار، فتحی، سمنو و البته آقا جون نمیدونستم قراره چطور شب عید امسالمونو بگذرونیم چطور باید موضوع از بین رفتن پسندازمونو با نصرت در میون بذاریم